WWDC رو پشت سر گذاشتیم. واقعا بچه‌ها مراسم بزرگ و طولانی و پروپیمونی بود. بعد از 6 سال یه بار دیگه لفظ وان مور تینگ رو از اپل دیدیم که با اینکه میدونستیم چی به چیه ولی سورپرایز بزرگی بود. اپل عینک یا هدست واقعیت ترکیبیشو با اسم ویژن پرو معرفی کرد. هدستی که واقعیت مجازی و واقعیت افزوده رو با هم یه جا داره و قراره نیکست بیگ تینگ بعدی اپل باشه. حتی ممکنه یه روزی جای آیفون هم بگیره. اپل هم میگه این هدست قرار محاسبات حرفه‌ای یا همون اسپشیال کامپیوتینگ رو وارد مرحله جدیدی بکنه. این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشید. میخوام کلی راجع به ویژن پرو و محصولات و آپدیت هایی که تو رویداد دیدیم صحبت بکنم. این ویدیو بچه‌ها جایزه هم داره، 5 تا اشتراک 6 ماهه سیب اپ. فقط کافیه زیر این ویدیو داخل کامنت ها یه کامنت بذارید، توضیحات بیشتر داخل دیسکریپشن میذارم. برو بریم. چه شروعی بهتر از شروع با ویژن پرو؟ این هدست میتونه موقع تماشای ویدیو محتوا رو بیاره توی اتاقتون، یا اینکه شما رو ببره به فضایی که حین تماشای محتوای مورد علاقتون ریلکس کنین. کاربرداش خیلی وسیعه و واقعا توی یه ویدیو جمع‌بندی نمی‌گنجه. اگه بخوام ساده بگم، یکی از ویژگی‌هاش اینه که وصل میشه به مکبوک و خیلی راحت صفحه مکبوک رو کنار صفحه خود هدست میشه داشت و همزمان با ویرایش ویدیو پیاماتون رو جواب بدین یا مثلا ایمیلاتون رو مدیریت کنین. البته فکر نکنید برای استفاده ازش نیاز به مک دارید. این هدست کاملا مستقله و نیازی نیست به آیفون و مک و اینجور چیزها وصل بشه. نمایشگرش وضوح فوق‌العاده بالایی داره و به گفته اپل هر یه دونه پیکسل آیفون توی این نمایشگر هدست معادل 64 پیکسل و برای هر چشم کیفیتی بالاتر از 4K رو داره. روی بند هدست اسپیکرهای قدرتمندی رو داریم که میتونه صدا رو به صورت سه‌بعدی برای کاربر پخش بکنه. اما جذاب‌ترین نکته‌ای که این هدست داره نحوه کنترلشه که الان ازش بیشتر بهتون میگم. فقط قبلش یکم از سیب اپ بشنوید. بزرگترین اپ استور ایرانی، باهاش میتونین همه اپ‌های ایرانی کاربردی مثل اسنپ و تپسی و همراه بانک‌ها رو و همچنین اپ‌های دلاری آیفون و اپ‌های آنلاک شده مثل پیکسارت و اینشات و اینا رو، تازه کلی اپلیکیشن دیگه هم هست به ارزش 50,000 دلار روی آیفونتون نصب کنید. خلاصه که سیب اپ رو حتما روی آیفونتون داشته باشید. برگردیم به جذاب‌ترین نکته‌ای که این هدست داره، یعنی کنترلش، که در واقع اصلا کنترلر نداره. کنترلش خود شمایید. اپل اومده پایین هدست یه سری دوربین و سنسور گذاشته که میتونه حرکات دستتون رو کامل پایش بکنه و دستورات رو به تراشه بده. مکمل این ویژگی امکان ردیابی چشمه که اجازه میده هدست رو با چشمم کنترل بکنین. صحبت از تراشه شد، بعد بگم که این هدست نه یه تراشه بلکه دو تا تراشه داره. ویژن پرو در کنار تراشه M2 از یه تراشه جدید به اسم R1 هم استفاده میکنه. برای امنیتش هم خبری از فیس آیدی و تایچ آیدی و اینا نیست. اپل اومده اپتیک آیدی رو معرفی کرده. در واقع شما وقتی هدست رو میذارین از طریق حسگرهاش انبیه چشم شما رو اسکن میکنه و قفل دستگاه رو باز میکنه. اپل میگه این فناوری از فیس آیدی هم ایمنتره و حتی دو قلوها هم نمیتونن دورش بزنن، چون داره از طرح یکتای چشم شما استفاده میکنه. اپل توی زمینه نرم افزاری هم سنگ تمام گذاشته و سیستم عامل ویژن او اس این هدست میتونه از زمان عرضه هدست تمام بازی ها و برنامه های آیفون و آیپد رو اجرا بکنه. در واقع ویژن او اس از API های iOS استفاده میکنه که در کنار ارائه محیطی مشابه حالا گوشی ها و مک ها بتونه نرم افزارهای اونم اجرا بکنه. اما سوالی که پیش میاد اینه که انرژی این دستگاه آقا چطوری تامین میشه؟ اینجاست که اپل مثل اکثر اوقات که اولین بار یه محصول میده ناامیدمون میکنه. باتری ویژن پرو بچه‌ها فقط 2 ساعت دوام میاره. فقط 2 ساعت. البته این امکان رو دارید که مستقیم برقم وصلش بکنید، ولی خب همونطور که میدونید اینجوری دیگه باید بشینید سر جاتون دیگه. همونطور که حد میزنین ویژن پرو با وجود همه ویژگی‌های خفنی که داره، بله قیمت خفنی هم داره، 3500 دلار. حالا تا بیاد مثلا تو ایران بشینه و حساب کتاب بکنه قیمت رو بالا پایین کنه، قیمت ریال اینا رو بگیره 170-180 میلیون تومان قیمتشه. خب اینم از این. بریم بعدی. محصول بعدی اپل که کلی هم براش هیجان داشتیم مک پرو بود که بالاخره با اپل سیلیکون به روز رسانی شد. مک پرو جدید که 7000 دلار قیمتش از تراشه جدید M2 اولترا استفاده میکنه. تراشه 5 نانومتری که از 134 میلیارد ترانزیستور تشکیل شده و علاوه بر 24 هسته سی پی یو 76 هسته گرافیکی هم داره. مثل عنوان اولترا این تراشه هم در واقع دوتا M2 مکسه که با کانکتور اولترا فیوژن به هم وصل شدن.
این تراشه از حد اکثر رم 192 گیگابایت با پهنای باند 800 گیگابایت بر ثانیه استفاده میکنه. لازمه بگیم که حد اکثر رم توی نسل قبلی 128 گیگابایت بود و حالا 50% افزایش پیدا کرده. این هم اعداد بزرگ گفتیم، جالب بدونیم که تراشه جدید نسبت به نسل قبلی تو زمینه سی پی یو حدود 20% و توی زمینه جی پی یو هم 30% قوی تر شده. 6 تا هم رابط PCI Express داره که میتونید برای نیازهای مختلف خب ازش استفاده بکنید. بریم سراغ لپتاپی که خیلی وقت شایعاتش به گوشمون میرسید. بله، مکبوک ایر 15 اینچی. حالا چه فرقی با قبلیاش کرده؟ سوال خوبیه. هیچی، و فقط صفحه نمایششه و 1299 دلار هم قیمتشه. اپل برای اینکه فروش این نسخه به مدل 13.6 اینچی آسیبی نزنه، آتیش زده به مالش و قیمت مدل پایه رو 100 دلار کم کرده و حالا 1099 دلار قیمت داره. مدل پایه M1 هم که هنوز داره با قیمت 999 دلار فروخته میشه. بریم سراغ بروز رسانی های نرم افزاری. iOS 17 این نسخه گویا کلی ویژگی جدید با خودش داره. ویژگی هایی مثل صفحه تماس شخصی سازی شده برای مخاطب که میتونین حتی تایپوگرافی اسم مخاطبتون رو هم شما بیاید شخصی سازی بکنین. علاوه بر این به زودی میتونین تماستون رو بدون نیاز به صحبت کردن جواب بدین که ویژگی فوق العاده کاربردیه. برنامه های تماس، آی مسیج و فیس تایم هم به روز رسانی بزرگی رو دریافت کردن و حالا میتونیم به پیام های آی مسیجتون استیکر اضافه بکنیم که شامل استیکرهای شخصی سازی شده هم میشه. یه ویژگی جالب هم داره، اینه که خیلی راحت میتونید با نزدیک کردن گوشیاتون ایدراپ بکنین، یا اینکه اطلاعات خودتون شامل اسم و شماره و ایمیل و غیره رو خیلی راحت با نزدیک کردن گوشیاتون با هم به اشتراک بذارین و مثلا یه صد اطلاعات وارد نکنین. اینم بگم که دیگه لازم نیست بگین هی سیری، همون سیری خالی بگین کارتون راه میفته دیگه، این هیه رو حذف کرد. با iOS 17 آیفون ها یه ویژگی به اسم استند بای هم دریافت میکنن. با این ویژگی وقتی آیفونتون رو به صورت افقی روی استند مک سیف میذارین، گوشیتون تبدیل به یه ساعت میشه که اطلاعات مختلفی مثل تاریخ، وضعیت آب و هوا رو توی یه نگاه ببینین. اما سوال مهم اینه که کدوم آیفون ها با iOS 17 آپدیت میشن؟ بله، متاسفانه آیفون 10 دیگه از این رده خارج میشه و این آپدیت برای XS به بعد عرضه میشه. ولی یادتون باشه بعد از 6 سال دیگه آیفون 10 آپدیت نمیگیره. برسیم به آیپد، دستگاه مورد علاقه خود من. به روز رسانی آیپد اونقدر بزرگ نیست، اما برای اونایی که از اپلیکیشن هلت استفاده میکردن خبر خوبیه، چون بالاخره میاد به آیپد. صفحه قفل آیپد هم بروز شده و میشه مثل آیفون کاملا شخصی سازیش کرد. راستی ویجت های تعاملی هم به آیپد اضافه شده تا مستقیما از ویجت با برنامه ارتباط مستقیم برقرار بکنید. همین، بریم سراغ واچ او اس 10. بزرگترین تغییر واچ او اس نمایش ویجت ها با دیجیتال کراونه. کافیه دیجیتال کراون رو به بالا بچرخونین تا ویجت های کاربردیتون نشون داده بشه. با واچ او اس 10 میتونین علاوه بر وضعیت جسمانیتون، وضعیت روحیتون رو هم پایش بکنین. تمام اطلاعات توی خود ساعت و گوشی ذخیره میشه و بدون اطلاعات بیومتریک شما، یعنی فیس آیدی یا تاچ آیدی، قابل دسترسی نیست. از ویژگی های دیگه واچ او اس 10 میشه به واچ فیس های جدید و برنامه جدید ساعت جهانی اشاره بکنیم. راستی واچ او اس میتونه دوچرخه سواری رو هم تشخیص بده و وضعیتتون رو رصد بکنه. و اما macOS، سیستم عامل دسکتاپ اهالی کوپرتینو که اسمشو گذاشتن سونوما. خیلی از ویژگی های آیپد او اس و آی او اس به مک او اس اضافه شدن که یکیش ویجت هاست. حالا میتونین آزادانه هر ویجتی رو روی دسکتاپتون داشته باشید. بعد نکته جالب اینه که وقتی برنامه رو باز میکنین، ویجت جزی از پس زمینه میشه تا حواستون رو پرت نکنه. حالا اگه یه مکبوک جدید بخرین هم خیلی ساده با نزدیک کردن آیفونتون بهش میتونین ستاپ اولیه رو خیلی ساده تر انجام بدین. مورد بعدی هم حالت گیم مود که پردازش های سی پی یو و جی پی یو رو توی اولویت قرار میده. توی مراسم کوجیما هم روی سن اومد تا نسخه مک بازی دس استرندینگ رو معرفی بکنه. در ادامه رویداد متال 3 هم معرفی شد که به توسعه دهنده ها اجازه میده تا کنترل عمیق تری روی سخت افزار داشته باشن. اپل برای توسعه دهنده ها یه ابزار جدید برای پورت بازی های ویندوز، پلی استیشن و ایکس باکس هم توسعه داده تا به گفته خودش کاری که قبلا ماها طول میکشیده رو توی چند روز انجام بدن. ولی خب حالا نمیدونیم چرا بازی کوجیما قرار آخر 2023 بیاد.
ایرپاد پرو ها هم یه ویژگی جدید به اسم ادپتیو آدیو میگیرن که میدونید نرم افزار بسته به صدای محیط میاد حالت ترانسپرنسی رو روشن یا خاموش میکنه. مثلا شما حرف که بزنید خودکار ترانسپرنسی رو روشن میکنه، یا ماشینی حالا بوق بزنه و این اتفاق میفته، یا حالا وقتی ترانسپرنسی روشن باشه اگه یهو صدای شدیدی بیاد حالت امبینت فعال میشه. ویژگی جالبیه، ولی خب گالکسی بادز چند وقتیه که این ویژگی رو دارن. چیزی که خیلی جذاب بود نحوه نمایش این قابلیت توی رویداد بود. یه نگاهی بهش بندازیم. Adaptive audio. خیلی خب، قطعا این پایان رویداد نیست و به زودی خبرهای زیادی مخصوصا درباره هدست ویژن پرو بیرون میاد و ما هم به زودی یه ویدیوی معرفی کامل ازش میسازیم تا ویژگی های مختلفش رو کامل بهتون توضیح بدیم. یادتون نره که نظرتون رو درباره رویداد و خصوصا هدست ویژن پرو توی کامنت ها برامون بنویسید تا شانس برنده شدن این گیفت کارت 6 ماهه سیب اپ رو داشته باشید. به زودی هم قرعه‌کشیش رو انجام میدیم و نتیجهش رو باهاتون به اشتراک میذاریم. مراقب خودتون باشید، پس حتما کامنت بذارید زیر این ویدیو. مراقب خودتون باشید که یه بار گفتم دیگه، همین دیگه برم دیگه. خیلی مخلصیم و خدا نگهدار.